در سال 1367 چند هزار نفر از زندانیان سیاسی که عمده آنها دوره زندانیشان به اتمام رسیده و یا در شرف اتمام بود به فرمان آیت الله خمینی و مباشرت هیئتی شامل ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستانی، مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، مرتضی اشراقی دادستان وقت و حسین علی نیری حاکم شهر وقت اعدام شدند. آیت الله خمینی در فرمان خود نوشته بود اعدام ها در تهران با رأی اکثریت آقایان می باشد و همینطور در زندان های مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شهر، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاطپا می باشد. آیت الله خمینی در فرمان قتل عام زندانیان عقیدتی تاکید کرده بود رحم و مروت بر مخالفان عقیدتی جایز نیست. یکی از مهمترین اسناد تاریخی باقی مانده از آن دوره فایل صوتی دیدار هیئت مرگ منصوب آیت الله خمینی با آیت الله منتظری در 24 مرداد 1367 است. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. با نصب ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ 1367 به سمت رئیس جمهوری اسلامی، خانواده های قربانیان آن قتل عام با فراخوان جدیدی خواهان برگزاری یک دادگاه رسانه‌ای و پاسخگو کردن عاملان و آمران کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی در عرصه های بین المللی و داخلی شدند. خاطره معینی که برادر خود را در قتل عام 1367 از دست داده است و یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا درباره علل نفرت آیت الله و هیئت مرگ از قربانیان قتل عام میگوید. زندانیان سیاسی دهه 60 کسانی بودند که ویژگی بارز و مشخصه اونا این بود که انسانهای آزادی‌خواهی بودند، هوشمند بودند، آگاه بودند و به خوبی میدونستند که باید هم در کنار مردم باشند، در اون حقوق انسانی و کرامت‌های انسانی مردم رو بهشون یادآوری کنن و در واقع در راه آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی همواره قدم برداشتن. خانم معینی با تاکید بر اینکه قصد خانواده قربانیان انتقام جویی از قاتلان و آمران کشتار 1367 نیست، درباره درخواست دادخواهان خاوران از رسانه ها میگوید برای جلوگیری از تکرار این نوع فجایع و جنایات لازم است رسانه ها از قدرت بزرگ خود در اطلاع رسانی به مردم برسانند که مقتولین جنایات 1367 به جرم آزادی خواهی و به جرم تلاش برای بهبود وضع مردم وطن قتل عام شدن. ما میخواییم از رسانه ها خواهش کنیم به ما تریبون بدن، به ما امکان بدن با مردم حرف بزنیم، بگیم عزیزان ما داعشی نبودن، عزیزان ما در واقع اندیشی جز آبادانی و آزادی میهنشون چیز دیگه نخواستن و به همین دلیل هم رژیم جمهوری اسلامی ناجوانمردانه اونا رو شبانه و مخفیانه اعدام کرد با یک هیئت در واقع 7 نفره بازجویی کرد، بازجویی میتونیم بگیم یا دادگاه قرون وسطایی، و اینها رو به اعدام محکوم کرد، اعدام کرد و شبانه در گورهای جمعی دفن کرد. آقای رئیسی باید در مقابل ما در مقابل آقای رئیسی میایستیم و میگوییم که تو دروغ میگی، عزیزان ما داعشی نبودن. گروه دادخواهان خاوران امیدوار است بتواند از طریق رسانه‌ها برای مردم ایران درباره قتل عام سال 1367 اطلاع رسانی کند. سیران شرفی، صدای آمریکا.